سرخط خبرها، عملیات کوبنده حزب الله علیه اهداف نظامی اسرائیل، تلفات سنگین ارتش اسرائیل در یک کمین حزب الله، گمان زنی رسانه‌های جهانی در مورد حمله اسرائیل به ایران و پاسخ ایران به آن، و خواست ایران از جامعه بین‌الملل برای پاسخگو قرار دادن اسرائیل. سلام، به این بسته خبری از کانال شیپور خوش آمدید. حزب الله در بیانیه‌ای از تلاش مجدد نظامیان دشمن برای پیشروی به سمت شهرک العدیسه و درگیری با آنها خبر داد. حزب الله لبنان با بیان این مطلب در پاسخ به تجاوز وحشیانه اسرائیل به شهرها، روستاها و غیر نظامیان، با گروهی از نظامیان دشمن که قصد پیشروی به سمت شهرک العدیسه را داشتند درگیر شدند. رزمندگان مقاومت با انفجاری شدید در مسیر نظامیان دشمن شماری از آنها را کشته و زخمی و باقی را مجبور به عقب نشینی کردند. حمله موشکی به تجمع نظامیان دشمن در چند شهر دیگر از عملیات‌های امروز دیگر حزب الله بود. مقاومت اسلامی لبنان در روز جمعه نیز از 24 عملیات علیه مواضع دشمن و شهرک‌ها در شمال فلسطین اشغالی خبر داده بود. با آغاز عملیات طوفان الاقصی توسط گروه‌های مقاومت فلسطین، حزب الله لبنان در راستای درگیر کردن بخش عمده‌ای از نظامیان اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، به عملیات روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم اسرائیلی در داخل خاک فلسطین اقدام کرده است. از ابتدای عملیات حزب الله در شمال فلسطین اشغالی، شمار زیادی از شهرک نشینان اسرائیلی در این منطقه ناگزیر به ترک خانه های خود شدند. منابع خبری از درگیری شدید میان یگان ویژه رضوان با نظامیان اسرائیل در شهرک اسرائیلی نشین کریات شمونه خبر می دهند. در همین حال خبرگزاری فلسطینی سما بامداد امروز شنبه گزارش داده که نیروهای ویژه مقاومت اسلامی لبنان در اقدامی غافلگیرانه وارد شهر شهرک کریات شمونه اسرائیل شدند. این خبرگزاری به نقل از برخی منابع از ربوده شدن شماری از نظامیان اسرائیلی و کشته و زخمی شدن شماری دیگر خبر داد. شبکه 12 تلویزیون رژیم اسرائیل نیز از یورش گسترده حزب الله به الجلیل و غافلگیری ارتش این رژیم خبر داد. از سوی دیگر منابع اسرائیلی از وقوع یک حادثه امنیتی بزرگ علیه نظامیان اسرائیل در مرز با لبنان خبر دادند. همکنون تبادل آتش سنگین توپخانه میان دو طرف برقرار است و بالگردهای اسرائیل شماری از زخمی‌ها را به بیمارستان حیفا منتقل کردند. در همین حال مقاومت اسلامی لبنان بامداد روز شنبه از انجام 5 عملیات جدید علیه اهداف نظامی اسرائیل خبر داد. روزنامه یدیود آهارونوت اعلام کرد که از ساعت 18:03 تا 18:28 شامگاه جمعه 70 موشک و راکت از جنوب لبنان به شهرک‌های شمال اسرائیل شلیک شده است. رسانه‌ها از آتش سوزی‌های گسترده در شمال فلسطین به ویژه در جولان اشغالی و اطراف شهرک کریات شمونه خبر می‌دهند. منابع خبری اسرائیلی ساعتی پیش از یک حادثه امنیتی ناگوار برای ارتش رژیم در شمال خبر دادند. به گفته این منابع، نیروهای ارتش اسرائیل در محدوده مرزی کریات شمونه در کمین جدید نیروهای حزب الله گرفتار شدند، چون قرائن حکایت از انتقال مجروحان زیاد می‌کند. منابع اسرائیلی همچنین از وقوع تبادل آتش سنگین در مناطق مرزی کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی در مرز با جنوب لبنان خبر می‌دهند. برخی منابع رسانه‌ای غیر رسمی اسرائیلی می‌گویند شماری از نیروهای حزب الله در جریان درگیری از مرز عبور کرده و وارد کریات شمونه شدند. المیادین به نقل از منابع میدانی در مقاومت اسلامی لبنان اطلاع داد حزب الله مواضع و تجمعات دشمن اسرائیلی در چند نقطه مرزی را با راکت و توپخانه هدف قرار داده است. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر جای اسرائیل بود، به جای تأسیسات نفتی ایران به گزینه‌های دیگری برای حمله فکر می‌کرد.
جو بایدن در یک نشست خبری با بیان این جمله افسود که به نظرش اسرائیل هنوز به نتیجه نهایی برای چگونگی پاسخ دادن به حمله موشکی ایران نرسیده است. بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل در شامگاه ده مهر، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره احتمال تلافی اسرائیل با حمله به تأسیسات نفتی ایران منتشر شده است. خبرگزاری رویترز، شبکه NBC آمریکا و همچنین رسانه‌های اسرائیل به گزینه‌هایی پرداختند که دولت نتانیاهو برای پاسخ به حمله موشکی ایران در برابر خود دارد. شبکه NBC نوشت اسرائیل میتواند به طیف وسیع از اهداف در ایران حمله کند، از سایت‌های نظامی و اطلاعاتی گرفته تا فرماندهان ارشد، پایانه‌های نفتی و پالایشگاه‌ها یا حتی سایت‌های هسته‌ای ایران. شبکه CNN هم نقشه از مراکز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گوشه و کنار ایران را منتشر کرده که میتوانند از جمله اهداف حمله احتمالی اسرائیل باشند. شبکه CNN مراکز نظامی سپاه پاسداران را که ممکن است هدف قرار گیرد فهرست کرده است. به گفته تحلیلگران، اگر اسرائیل تأسیسات نظامی نفتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دهد، پاسخ ایران ممکن است شدیدتر و اهداف جدید باشد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که دست کم 23 موشک از حدود 200 موشک بالستیک شلیک شده توسط سپاه پاسداران از ایران به اسرائیل از سیستم‌های دفاع هوایی این کشور عبور کردند و به حداقل 3 سایت نظامی و اطلاعاتی و یا نزدیکی آنها اصابت کردند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران اما اعلام کرده 90% موشک‌های شلیک شده بدون رهگیری به اهدافش اصابت کرده است. تصاویر نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نیز نشان می‌دهد که ده‌ها موشک شلیک شده توسط سپاه به اهدافش اصابت کرده است. ارتش اسرائیل نیز تایید کرد که برخی از پایگاه‌های هوایی این کشور در حمله موشک‌های بالستیک ایران مورد اصابت قرار گرفته، اما تأکید کرد که این حملات به عملکرد نیروی هوایی اسرائیل آسیبی نرسانده است. ایران خواستار اقدام جامعه بین‌المللی برای پاسخگو کردن اسرائیل شد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو در مکاتبه‌ای با دو نهاد اصلی خواستار اقدام فوری برای پاسخگو کردن اسرائیل برای جنایات در لبنان و فلسطین شد. علی بحرینی با ارسال دو نامه جداگانه به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار واکنش فوری جامعه بین‌المللی به تجاوزها و جرائم بین‌المللی اسرائیل و پاسخگو کردن اسرائیل در قبال این جنایات شد. سفیر ایران در ادامه به استفاده اسرائیل از تسلیحات ساخت آمریکا در این حملات اشاره نمود. وی افزود جنایت رژیم اسرائیل در سایه بی‌عملی جامعه بین‌المللی به یک عادی جدید تبدیل شده است. دیپلمات ارشد ایران در ژنو تصریح کرد اسرائیل اکنون فصل جدیدی از اشغالگری و جنایات خود را رونمایی کرده که همه اینها در برابر چشمان جامعه بین‌المللی غیرفعال اتفاق می‌افتد. وی افزود این تهاجم بی‌شرمانه به لبنان گسترش یافته و در جریان تهاجم سپتامبر اسرائیل بیش از 1030 غیر نظامی بیگناه کشته شدند. بحرینی در ادامه با استناد به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل خواستار توقف فوری انتقال سلاح به رژیم اسرائیل از سوی کشورهای غربی شد. بحرینی در این نامه ها یادآور شد نیروهای مسلح ایران با استناد به حق دفاع مشروع پاسخ موشکی دقیقی علیه تأسیسات نظامی اسرائیل انجام دادند. این اقدام به عنوان پاسخی به تجاوزهای اسرائیل و دفاع از حاکمیت ملی و امنیت منطقه ایران است. ممنونیم از همراهی شما. جهت اطلاع از مهمترین خبرهای منطقه و جهان با ما همراه باشید.